در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. رد گزارش ها از موجودیت تماس های روزانه ارشدترین مقامات امنیتی افغان با رهبری طالبان. هشدار از بدتر شدن وضعیت آب و هوا در ایالت های سیلاب زده تکساس و ایلینای ایالات متحده امریکا. و گزارش از فراری شدن حداقل 18,000 مسلمان روهینگیایی از میانمار با بنگلادش. سلام، احمد سیرزیا هستم. به خبرهای امروز چهارشنبه 30 ماه آگوست سال 2007 میلادی خوش آمدید. برنامه امروز تلویزیون آشنا در صفحات فیسبوک صدای امریکا نیست به گونه مستقیم نشر میشه که امید است تا پایان ما را همراه باشید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را در مورد تماس‌های تلفنی محمد معصوم ستانکزای رئیس این اداره با طالبان را نادرست خوانده و گفته است که هیچ گونه تماس با طالبان برقرار نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز بیان داشت که در میان طالبان و مقام های حکومت افغانستان اسنادی را، البته بر اساس گفتگو بین مقامات افغان و طالبان، اسنادی را به دست آورده که در آن گفته شده است طالبان ظاهرا آمادند تا قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، ولی هنوز طالبان و حکومت افغانستان به صورت کل روی آغاز گفتگوهای صلح موافقت نکردند. یک منبع امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش افشا شود به صدای آمریکا گفت که ادعای تماس روزانه محمد معصوم ستانکزی با رهبران طالبان و گفتگوی تلفنی آنها واقعیت ندارد و این اداره موجودیت چنین ارتباطات را شدیدا رد می‌کند. شورای امنیت ملی افغانستان نیز با نشر اعلامیه این گزارش‌ها را بی اساس خوانده و رد کرده است. در گزارش اسوسییتد پرس آمده است که سران طالبان با صحبت با آقای ستانکزی ایجاد حکومت موقت و سپس شرکت در انتخابات را پذیرفتند. در اسنادی که خبرگزاری اسوسییتد پرس دریافت کرده آمده است که مقام های افغان و طالبان نمیخواهند که این گفتگوها برملا شود و طبق این اسناد طالبان تعلیم پسران و دختران را به شرط تفکیک جنسی پذیرفتند، ولی تاکید کردند که زنان نمیتوانند در ستر محکمه قاضی باشند و کرسی ریاست جمهوری را در افغانستان احراز کنند. دوستا، به نظر شما آیا امکانی این موجود است که رئیس عمومی امنیت ملی و مشاور امنیت ملی افغانستان در تماس‌های مکرر با رهبری طالبان بوده باشند؟ نظریات خود را همین حالا در صفحه دری فیسبوک صدای آمریکا با ما شریک سازید. همکارم تا لحظات بعد تبصره‌هایتان را در همین برنامه مرور خواهد کرد. پارلمان پاکستان امروز اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر حمایت اسلام آباد از گروه طالبان و به درازا کشانیدن جنگ در افغانستان را با تصویب یک قطعنامه محکوم کرد. قانونگذاران پاکستانی این اظهارات رئیس جمهور ترامپ را خصمانه و تهدیدآمیز خواندند. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان هنگام سخنرانی در پارلمان کشورش از حکومت پاکستان خواست تا بازدید مقامهای آمریکایی را از پاکستان و همچنان بازدید مقامهای پاکستانی را از ایالات متحده به تعویق اندازد و تمام خطوط ارتباطات زمینی و هوایی از طریق پاکستان را برای ایالات متحده مسدود کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان منطقه گفت که پاکستان با عناصر هرج و مرج و گروه های ستیزجویی که در برابر حکومت افغانستان می جنگند پناهگاه های امن فراهم کرده است، اتهامی که اسلام آباد آن را به شدت رد کرد. دوستا، شنیدین که اسوسییتد پرس گزارش را نشر کرده که گویای تماس‌های مکرر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و مشاور امنیت ملی افغانستان با گروه طالبان است. در اسنادی که خبرگزاری اسوسییتد پرس مشاهده کرده و در آن از صحبت‌های دو مقام ارشد امنیتی افغانستان هم بحث شده، آمده که مقام‌های افغان و طالبان می‌خواهند که این گفتگوها برملا هم نشه. دوستا، اصل قضیه در این مورد چی است؟ برای بررسی این موضوع فرصت داریم تا با محترم قادرشاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان که همکنون در استودیوی متاسفانه ما امیدوار بودیم که آقای قادرشاه را در استودیوی کابل با خود داشته باشیم، اما همکارای تکنیکی در آخرین لحظات برای ما میگن که آقای
قادرشار ما بنابر معاذیر تخنیکی تا حال نداریم. امید است در جریان برنامه با ایشان بحث داشته باشیم. برنامه را ادامه میتیم. سیاست خارجی رئیس جمهور ترامپ بعد از 7 ماه دوره کاریش آیستا آیستا در ایالات متحده هم شکل میگیره. او به حیث کاندید ریاست جمهوری خواهان تغییر مش خارجی در اداره خودش بود. اما کارشناسان میگن مسائل کلیدی همچو افغانستان، سوریه و کوریای شمالی باعث شد تا رئیس جمهور ترامپ مش خارجی خود را مشابه رؤسای جمهور قبلی در نظر بگیرد. سندی کین از صدای آمریکا گزارش دارد که ژیلا نوری همکار مورا دنبال کرده. رئیس جمهور ترامپ میگوید او در قسمت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تغییر نظر داده است و رقم آن را افزایش می‌دهد تا به حکومت افغان یاری رسانیده باشد. اما او تاکید بر برنامه خود دارد که از برنامه‌های 16 سال جنگ در آن کشور متفاوت است. ما وایس همکار و دوست هستیم و ما به مردم افغان نمیگوییم چطور زندگی کنند یا چطور از جامعه خود حفاظت کنند. ما طرفدار حکومت سازی نیستیم. ما می‌خواهیم دهشت افغانان را از بین ببریم. رؤسای جمهوری پیشین همچنان قدرت آمریکا را در سطوح مختلف نشان دادند. اما کارشناسان میگویند ترامپ در مقایرت با آنها کمتر به تجارت بین الملل، ائتلاف و بنیادها توجه دارد. فکر میکنم اگر استراتژی آقای ترامپ را مشخص بسازم بسیار قوی است، اما با تهدید بر استراتژی ملی‌گرای آمریکا نخست است. ترامپ نه تنها طرفدار سیاست خارجی محدودتر بوده بلکه بیشتر مبهم است. در توییت هایش از نزدیک مش خارجی اش را هویدا می ساخت، اما کارشناسان میگویند برخی اوقات همه را سراسیمه می ساخت. برخی به کابینه ترامپ به عنوان اتکا به استراتژی آمریکا می نگرند. چنان به نظر می آید که در بخش سیاست خارجی تصمیم و غیر قابل پیش بینی در برابر یک کشور است. اما فکر می کنم که گروه کاری او مثل وزیر دفاع، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی تلاش دارند تا سیاست او را تا حد به طور سنتی حفظ کنند. کاتولز به صدای آمریکا گفت او نگران است بانک معتقد است در 15 سال اخیر سیاست خارجی آمریکا بیشتر نظامی شده است. افزایش بی سابقه بودجه وزارت دفاع، اتکای سنگین اداره بوش و بعد در زمان اوباما قوای خاص نظامی و تیره‌های بی سرنشین جزان بودند و چنان به نظر می‌رسد که در اداره ترامپ نیز ادامه یابد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله امروز بر اقامتگاه ظاهر قدیر عضو پلیس جرگه افغانستان را پذیرفت. در رویداد امروز حمله کننده پیش از انتحار دو تن از نگهبانان ظاهر قدیر عضو پلیس جرگه افغانستان را در ولایت ننگرهار با ضربه گلوله کشت. مقام ولایت ننگرهار میگوید که حمله در مربوطات حوزه اول ننگرهار در مقابل منزل ظاهر قدیر عضو پلیس جرگه انجام شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت در این حمله دو مهاجم به شمول انتحار کننده کشته شدند. قماندان محافظان حاجی ظاهر قدیر در محل به خبرنگاران گفت آقای قدیر هنگام حمله در مهمانخانه حضور داشت اما با او آسیبی نرسیده است. دو تن دیگر از محافظان آقای قدیر در این حمله نیز زخمی شدند. رئیس جمهور دونالد ترامپ بر روز سه‌شنبه از جنوب شرق ایالت تکساس که بر اثر طوفان هاروی صدمات زیادی دیده است بازدید به عمل آورد. تاکنون از کشته شدن حداقل 9 تن در این طوفان گزارش شده است و این طوفان امروز به حومه شهر کامرون در ایالت لوئیزیانا رسید. مناطق در غرب ایالت لوئیزیانا در اوایل امروز چهارشنبه در حالی که طوفان بحری هاروی بعد از عبور از ایالت تکساس به این ایالت رسید برای طوفان آمادگی می گرفتند. طوفان در حومه شهر کامرون در ایالت لوئیزیانا به زمین نشست و با بادهای شدید که شدت آن تا 72 کیلومتر فی ساعت ذکر شده است همراه بود. پیشگویی های اوضاع جوی حاکی از شکلگیری گردبادها بر اثر این طوفان و باریدن 5 الی 10 اینچ باران در لوئیزیانا است و احتمال می رود که این گردبادها در مناطق جنوبی و مرکزی آلاباما نیز شکل گیرد و در شهر هیوستن مقدار باران باریده شده بر اثر این طوفان تا 125 سانتی متر ذکر شده است. بروز سه‌شنبه رئیس جمهور دونالد ترامپ و بانوی اول میلانیا ترامپ برای بازدید از مناطق آسیب دیده در ایالت تکساس با آن ایالت سفر کردند و از جانب مقامات محل روی فعالیت‌های امدادرسانی با آنها معلومات داده شد. ما تبریکی نمی دهیم. این کار را نمی کنیم. ما زمانی که این خاتمه یافت به یکدیگر تبریکی خواهیم گفت. اما شما فوق‌العاده بودید. رئیس جمهور ترامپ بعداً در میان حامیانش صحبت کرد.
آنچه اتفاق افتاد تاریخی و افسانه است، ولی می دانید این در تگزاس رخ داد و تگزاس قادر بر رسیدگی به هر چیز است. از همه شما تشکر. برخی از ساکنان امیدوار بودند که با رسیدن طوفان هاروی به سواحل جنوب تگزاس در اواخر روز جمعه این طوفان به زودی خاتمه می‌یابد، اما بعد از چند روز باران آنها مجبور شدند خانه های خود را برای جستجوی غذا ترک کنند. من حتی تصور نمی‌کردم که این گونه فاجعه بار خواهد بود. این وحشتناک است. گارد ملی به روز سه‌شنبه اعلام کرد که 30 هلیکوپتر در تلاش‌های نجات شامل است، اما در روزهای آینده انتظار می‌رود صدها فروند دیگر برای نجات مردم برسد. هر سرمایه نظامی ما که بتواند به مقامات ملکی ما در زمینه رسیدگی به طوفان هاروی کمک کند در عملیات شامل شده است. یک بازیکن معروف بیسبال ایالات متحده مبلغ 4 میلیون دلار را مساعدت نمود. این خیلی سخت است. می دانید اینجا خانه ماست. دوستان و همکاران ما، خانواده هایشان در آنجاست. همه چیز آنها در آنجاست. ما درک می کنیم که این وظیفه ماست که کمک کنیم. مقامات ایالات متحده می گویند که پروسه بازسازی بعد از ختم طوفان هاروی طویل ترین و گرانترین از هر طوفان دیگری در ایالات متحده خواهد بود. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید پس از آن که درگیری های تازه میان شورشیان و نظامیان در میانمار آغاز گشت، در طول هفته گذشته حداقل 18,000 نفر مربوط اقلیت نژادی روهینگیا به بنگلادش فرار کردند. این سازمان میافزاید که یک سلسله حملات هماهنگ از سوی شورشیان روهینگیایی مسلمان بر نیروهای امنیتی در ایالت راخین و نبردهای ناشی از آن باعث این بیجا شدن عظیم مردم شده است. در همین حال بنگلادش تعداد از آوارگان مسلمان میانمار را رد مرز کرده است. تعداد زیادی افرادی که در اثر جنگ در ایالت راخین میانمار یا برما بیجا شدند، ذریعه کشتی های کوچک به شهر ستوی مرکز آن ایالت مواصلت کردند و کارمندان صلیب سرخ از آنان استقبال نمودند. سازمان مهاجرت میگوید که معلوم می شود شمار بزرگی از مردم در سرحد گیر مانده باشند. سازمان بین المللی مهاجرت امروز چهارشنبه اعلام داشت که حداقل 18,000 مسلمان روهینگیایی از جنگ‌های تازه در میانمار به بنگلادش پناهنده شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که اردوی میانمار در تلافی حملات هفته قبل شورشیان قریه‌ها را آتش زده و غیر نظامیان را هدف گلوله قرار دادند. حکومت میانمار شورشیان روهینگیا را عامل خشونت‌ها و آتش‌سوزی‌ها خوانده است. مقامات حکومتی میگویند که از هفته گذشته تا حال حداقل 130 نفر کشته شدند که 12 تن آنان منصوبین امنیتی، 77 تن آن گویا شورشی و 14 تن آن غیر نظامی بودند. اما فعالین حقوق روهینگیا میگویند در تهاجم اردوی میانمار شاید صدها غیر نظامی کشته شده باشند. از سوی دیگر تایلند همسایه میانمار گفته که برای پذیرش مهاجرین تازه از جنگ‌های میانمار آمادگی گرفته است. پرایوت چانوچا صدر اعظم تایلند امروز پس از دیدار با لوی دریسیز اردوی میانمار در بنکاک گفت وزارت دفاع و قطعات امنیتی تایلند آماده پذیرش بیجا شدگانند و برای نیروهای امنیتی یک پلان داده شده تا در صورت تجدید جنگ به مهاجرین رسیدگی کنند. در همین حال اعتراضات بر حکومت میانمار شدیدتر شده می رود. ده ها تن از مسلمانان روهینگیایی که در مالزیا زندگی دارند امروز در جلوی سفارت میانمار در کوالالامپور مظاهره کردند. همچنان در این مظاهره عبدالحمید عظیمی، رئیس شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزیا، بر آنگ سان سوچی انتقاد کرد. آنگ سان سوچی، تو مقصر هستی. تو باید یک رهبر دموکراتیک می بودی. باید از حقوق بشر پاسبانی می کردی. حال تو مجرم هستی. اکنون با اردو هستی و هر کسی که به دست تو به قتل می رسد، مسئولش تو هستی. ما از جهان می خواهیم که جایزه نوبل را از او پس بگیرند. سازمان امور پناهندگان ملل متحد دیروز از بنگلادش خواست تا به پناه دادن روهینگیایی های فراری از جنگ میانمار ادامه دهد و ملل متحد در این بخش آماده کمک با بنگلادش است. اما در همین حال محافظین سرحدی بنگلادش 171 تن از آوارگان مسلمان روهینگیا را که طی دو روز اخیر در نقاط مختلف مرزی توقیف کرده بودند امروز به میانمار برگشتاندند. احمد فاضلامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. یک هیئت منصفه در واشنگتن 19 نفر به شمول 15 مقام امنیتی ترکی را در ارتباط با زد و خورد که انگام بازدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از واشنگتن در ماه می رخ داد متهم شناخت. بر اساس تصاویر ویدیویی که توسط سرویس ترکیه صدای آمریکا عقد شده، افرادی که گویا محافظین امنیتی و طرفداران رئیس جمهور اردوغانند بر یک گروه کوچک
مظاهره کننده حمله ور شده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. در آن زده خورد حداقل 9 نفر زخمی شده بودند. 19 نفر یاد شده با توطئه برای انجام جرایم خشونتبار متهم شده و ممکن تا 15 سال زندان محکوم شوند. شمار زیادی از آنان نیز به حمله با سلاح مهلک متهم شدند. زده خورد در ماه می پس از ملاقات رئیس جمهور اردوغان با همتای آمریکاییش در واشنگتن رخ داده بود. دوستا برمیگردیم به خبرهای مربوط به افغانستان. چنانچه که شنیدین در اسناد که خبرگزاری اسوشیتد پرس مشاهده کرده و گزارش از او ساخته، در او آمده که صحبت‌های رئیس عمومی امنیت ملی و مشاور امنیت ملی افغانستان با طالبان مکرر بودند. و همچنان در این گزارش آمده که مقام‌های افغان و همچنان طالبان می‌خواهند که این گفتگوها برملا نشد. اصل قضیه دوستا چیست؟ برای بررسی موضوع فرصت داریم تا با محترم قادرشاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان که هم اکنون در استودیوی کابل حضور یافتن، بحث داشته باشیم. قادرشاه صاحب سلام بر شما، خسته و مانده نباشین. اسوشیتد پرس به نقل از مقامات افغان و بر اساس اسنادی که میگه در دست داره، گزارش داده که رئیس شورای امنیت ملی حداقل هر دو ماه با دفتر طالبان در قطر تماس داشته. چرا این گزارش را شما رد کردین؟ تاسو ته او د اشنا تلویزیون ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په سر کې اجازه راکړئ یو لنډې مقدمې ته راشم. هغه دا دی چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت، تاسو ته معلومه ده چې په وار وار باندې د مختلفو کانالونو د مختلفو خپله جلاتما رئیس جمهور په خپلو ویناوو کې دې ټکي ته اشاره کړې ده چې مونږ دپاره سوله او زمونږ دپاره په افغانستان کې سرتاسري ثبات اولویت لري. په دې کې شک نشته چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له ټولو هغو فرصتونو ته په درنه سترګه ګوري او ورڅخه استفاده کوي چې هغه د سولې او امنیت دپاره په ټول افغانستان کې د سرتاسري امن دپاره زموږ دپاره اهمیت لري. د افغانستان د خلکو امید هم دا دی چې مونږ سرتاسري سوله ولرو او همدارنګه له جنگ څخه د افغانستان میړنی ولس په امن کې. رازم ستاسو پوښتنې ته، هغه دا دی چې د سولې په رابطه د مذاکراتو لپاره مونږ ډېر مشخص او واضح ادرس لرو. هغه دا دی چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې د عالي شورا په نوم باندې یو ډېر واضح او ډېر قوي ادرس موجود دی چې د سولې په رابطه ټول خبرې، ټول مذاکرات او همدارنګه د دې پروسې سره یا د سولې د بهیر سره چې طالبان یا د افغانستان وسلوال مخالفین رابطه نیسي، له همدې ادرس څخه تامینېږي. نو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ملي امنیت شورا دفتر، د جلالت مآب رئیس صاحب جمهور او د ریاست جمهوری د عالی مقام په رهبرۍ د سولې د پروسې په برخه کې او همدارنګه د سولې د عالی شورا سره په بیلابیلو برخو کې حمایت کوي او د دوی د برنامو او پروګرامونو څخه ملاتړ کوي. آقای قادرشاه، پس شما ایره کاملا رد میکنین و نادرست میخوانین که گویا آقای اتمر و یا هم آقای ستانکزی با رهبری طالبا هرگز به تماس بوده باشند. یک مسئله، اگر شما این رد میکنین، اسوشیتد پرس یک رسانه بسیار معتبر است، از دهه ها به این طرف کار میکنه. شما بارها با اسوشیتد پرس صحبت کردین، حکومت افغانستان همیشه نظریات خود با اسوشیتد پرس در میان میگذاره. به نظر شما این اسنادی که بر اسوشیتد پرس داده شده چگونه به دستشان رسیده؟ کی باعث شده که این اسناد بته و ضرر در کجا است؟ اگر قرار بوده باشه که اسناد جعلی باشه و یا هم اسوشیتد پرس گویا گزارش تکذیب کرده باشه. زه فکر کوم د بعض موضوعات په ډېر وخت څخه وړاندې وي چې موږ تاسو په هغې باندې په د موضوعاتو په اونق باندې ډېر بحث وکوو. موږ ټولو رسنیو ته او د خبري اژانسونو ته په ډېر زیات احترام سره همیشه مو د دوی سره سالمه رابطه ساتلې ده، همیشه مو د دوی ضرورتونو او اړتیاو ته په وخت ځواب ورکړی دی. پاتې شو دا چې دوی دا اسناد د کوم اسنادو په رابطه باندې دوی خبرې کوي، یا هم دا چې
دوی څه ډول اسناد لکومو سرچینو څخه لاسته راوړي دي؟ دا تر اوسه پورې نه دوی له موږ سره شریک کړي دي، نه له حکومت سره شریک کړي دي، او نه هم له خپلو لوستونکو او یا هم له هغه کانالونو سره شریک کړي دي چې د دوی له خبري او تولیدي موادو څخه استفاده کوي. نو کله که دوی دا یو وار له موږ سره شریک کړي یا هم له رسنیو سره شریک کړي، نو بیا پورې وضاحت سره ویلی شو چې دا له دوی د کوم ادرس څخه ترلاسه کړي دي او څه ډول اسناد دي، او په دې رابطه اگه بحثونه جریان لري. آقای قادرشاه، اقدام بعدیتان چی است؟ خطر را در کجا میبینین؟ با نشتی گزارش شما چه خطر را متوجه پروسه صلح مشاهده کرده میتونین؟ اقدام بعدیتان در قبال اسوشیتد پرس چی است؟ شما میخواین که اسوشیتد پرس بر شما پاسخگو باشه؟ شما میخواین به محکمه مراجعه بکنین؟ چی میخواین بکنین؟ خب تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې پر رابطه باندې همیشه مخالفینو ته، مخصوصا افغان وسلوال مخالفینو ته، یو خبره چې زه واضح کوم، هغه دا ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت قطعا له بهرنیو تروریستانو سره، له هغه تروریستي ګروپونو سره چې هغه له بهرنیو هیوادونو سره تړاو لري، هغوی د سولې د پروسې سره په قطعي صورت سره نه خبرې اترې د دوی سره نه کیږي. هغه افغان وسلوال مخالفین چې مونږ دپاره د سولې د پروسې سره د دوی خبر اترې د قطر چګونه مطابق دي، مخالفین اونا تروریست هستن یا مخالف شما؟ مونږ مخالفین تعریفات لرو د دې پر رابطه باندې مشخصا رازمه دا چې زموږ وروستي اقدامات به په دې رابطه څه وي، هغه دا دی چې سوال ما بسیار مشخص است. زموږ استادو گزارش هم در همین جا میچرخه، رابطه رئیس شورای امنیت با دفتر قطر، دفتر قطر برای شما، برای شورای امنیت دفتر گروه تروریستی است یا مخالفین شما؟ خب دا سوال داسی دهی چی مونگ ارطول حقا کسان چی در افغانستان پا داخل که زمونگ استاسو رونه زمونگ استاسو خوینده دفتر طالبا، زمونگ استاسو دفتر طالبا در قطر، دفتر گروه تروریستی یا از مخالفین حکومت افغانستان؟ اگر دیر واضح دفتر د طالبانو دفتر دی، څوک چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په وړاندې جنگیږي او زموږ استادو قانون نه مني، هغه واضح دی، دغه تعریف واضح دی او زموږ د لپاره مشروع هدف دی. تروریست هستن؟ بله. ما مخکې خپل جواب تاسو ته وړاندې که هغه څوک چې زموږ په وړاندې جنگیږي هغه زموږ د لپاره ډیر واضح تعریف لري. زه بیا دوباره تاسو ته د خپل خبره تکرار کوم، څوک چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د خلکو په وړاندې او همدارنګه زمونږ د ولس په وړاندې او زمونږ استاسو په جماعتونو کې، زمونږ استاسو په مقدسو ځایونو کې خلک او زمونږ استاسو ورونه او خویندې شهیدانوي، هغه زمونږ استاسو ټولو لپاره تروریستان دي، دښمن بوده، او زمونږ لپاره مشروع هدف دی، هغه د منځه وړو. آقای قادرشاه تشکر از وخت شما، با امید بحث در برنامه بعدی. سازمان ملل متحد از وضعیت آزادی بیان پس از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ انتقاد کرد. زید رعدل حسین کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر امروز گفت که اظهارات مخرب رئیس جمهور ترامپ در مورد خبرنگاران میتواند به حیث یک مورد تحریک توسل به خشونت تلقی شود و حامیان آقای ترامپ را به حمله به مخالفانش تشویق کند. آقای حسین گفت بسیار جای تعجب است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با آزادی بیان که زیربنای قانون اساسی ایالات متحده بوده و آمریکا طی سالیان متمادی از آن دفاع کرده است حمله می کند. این مقام ارشد سازمان ملل متحد انتقادهای تند ترامپ از رسانه ها را یک چرخش حیرت انگیز در وضعیت آزادی بیان در آن کشور خواند و گفت که ادامه این وضعیت می تواند خطرناک باشد. در 16 سال گذشته بیش از 70 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران با نگرانی از وضعیت خبرنگاران در افغانستان میگوید که مخالفان مسلح حکومت حتی تحمل نشر یک عکس را هم ندارند، اما این کمیته میافزاید که رسانه ها در 16 سال گذشته پیشرفت های چشمگیری داشتند. همکارم جلال میرزا در این مورد گزارش دارد. فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در این نمایشگاه بیش از 50 عکس از رسانه های گوناگون به نمایش گذاشته شده تا بازدید کنندگان از چالش ها و پیشرفت های خبرنگاران در 16 سال گذشته آگاه شوند.
آمدیم تازی نمایشگاه دیدن بکنیم و همچنان مشکلات و مشقت هایی که ژورنالیستان در جریان کارهایشان متحمل میشن اونا را بازدید بکنیم. و چون خودم هم محصل دانشگاهی، خودم هم محصل بخش ژورنالیسم هستم، از این خاطر خواستم تا یک انگیزه و همچنان یک ایده داشته باشم از مشقت ها و همچنان از کارهای خوبی که در عرصه ژورنالیست ها انجام میشن. در حال حاضر بر بنیاد آمارها بیش از 90 تلویزیون، 150 رادیو و بیش از 500 رسانه چاپی در افغانستان فعالیت دارند. اما این رسانه ها به لحاظ رشد متاسفانه که یک اندازه رشد متوازن نداشتن، به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی. به این معنا که ما به لحاظ کمی یک کمیت بزرگ از رسانه ها را داشتیم، اما به لحاظ کیفی متاسفانه رسانه های افغانستان نتانستن به دلایل مختلف خود را با معیارهای جهانی و بین‌المللی که لازم هست برابر بسازن. هرچند رسانه ها در افغانستان مانند دیگر بخش ها در این کشور دوره سخت و سیاهی را در دوران طالبان گذشتاندند، اما هنوز هم از تهدیدهای این گونه گروه ها در امان نیستند. توسعه رسانه ای در افغانستان سبب شده تا هیچ گوشه از افغانستان، هیچ چهره از افغانستان، هیچ صدایی از مردم افغانستان پنهان و مکتوم نمانه. و این بهتر است تا مردم بدانند، تا دنیا بداند که افغانستان 20-30 سال قبل نیست. بسیاری ها به این باور هستند که اکنون رسانه ها در افغانستان جایگاه خوبی دارند و حتی در مسائل سیاسی اثرگذار هستند. ما شاهد از این هستیم که تصامیم بزرگ حکومتی را حتی تغییر میتهد و حتی منجر به این میشه که مثلا اگر دولت در برابر کار ارادی نداشته باشه، این فشارهای رسانه ها و نشر اطلاعات از طریق رسانه ها سبب میشه که حکومت تصامیم خود حتی تغییر بده. در بیش از 1.5 دهه پس این آزادی بیان و افزایش رسانه ها یکی از دستاوردهای جامعه جهانی و حکومت های افغانستان پنداشته میشود. اما برخی ها به این باور هستند که گاه گاه مسائل سیاسی، قومی و گروهی بر کار رسانه های این کشور سایه می افکند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. در این بخش برنامه میپردازیم به نظریات بیننده های ما در صفحه فیسبوک صدای آمریکا که برنامه را به طور زنده تماشا میکنن. همکارم جیلا نوری نظریات شما را مثل هر روز مرور کرده و در استودیو با ما هستن. جیلا جان سلام. پاسخ بیننده ها به پرسش امروز ما چی بود و دوستا چی میگن؟ سیاه جان سلام خدمت شما و خدمت دوستایی که برنامه را به طور زنده در فیسبوک و یوتیوب صدای آمریکا تماشا میکنن. پیام زیاد از شما در فیسبوک دریافت کردیم و یکی از بیننده های ما به نام همایون هوتک در پاسخ به پرسش برنامه امروز در مورد از اینکه امکان تماس مکرر رئیس عمومی امنیت ملی و مشاور امنیت ملی افغانستان وجود داره با طالبان وجود داره یا خیر، چنین اظهار نظر کرده. اگر تماس ها به خاطر تامین امنیت از راه مذاکره و تفاهم باشه چی بدی وجود دارد و ما از آن استقبال میکنیم. بر رسیدن به صلح مقامات با مخالفین ممکن در تماس باشند و با هم بحث نموده و به توافق برسند. و همین ارتباط گزارش از صدای آمریکا در مورد تماس های مروزه دو مقام ارشد امنیت ملی افغانستان با طالبان با واکنش های گسترده افغان ها در فیسبوک صدای آمریکا و سایر رسانه های اجتماعی هم همراه بود. این گزارش به بیشتر از 275,000 رسیده و حدود 411 بار شریک شده بود و بیشتر از 311 نظرات مختلف هم دریافت کردیم. اکثر افغان ها از ارتباط مقامات امنیتی با طالبان و حملات طالبان انتقاد کردند، اما یک مقام ریاست امنیت ملی در صحبت با رادیو آشنا اداره رد کردند. در میان موضوعات مورد بحث جهانی در رسانه اجتماعی امروز هشتگ بست بای واتر بیشتر استفاده شده. تای طوفان هاروی در تگزاس یکی از مغازه‌های معروف آمریکایی بسته آب به قیمت 43 دلار آمریکایی فروخته و عکس از بسته آب به قیمت 43 دلار در توییتر توسط خبرنگار پست شده و بعدا در رسانه اجتماعی به عکس پربیننده مبدل شده. آمریکایی ها با شریک ساختن یک از شرکت بست بای برای فروش آب به قیمت بالا انتقاد کردند. بعد از انتقادات شدید شرکت بست بای به خاطر فروش آب به قیمت بالا و از وضعیت بحرانی در تگزاس عذرخواهی کردند. و در توییتر صدای آمریکا وی او ای دری میتونه که آخرین گزارش های خبری افغانستان منطقه و جهان با گزارش های جالب دیگه از صدای آمریکا هم دنبال کنید. ما امید از اینکه فردا با هم برنده پخش زنده برنامه ما در فیسبوک و یوتیوب باشید. سیار جان تشکر از شما و تشکر از دوستان ما در صفحات اجتماعی آشنا صدای آمریکا. بخش دری برنامه ما هم در همینجا به پایان میرسه، اما در نیم ساعت بعدی همکارم سید سلیمان آشنا با تازه ترین ها در خدمت شما خواهد. با امید فردای بهتر.
تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. با طول و چارو که در امریکا غد، در ارزشتون و غروالی،